برنامه امشب ما راجع به خانواده است کلمه خانواده مفهوم بسیار گسترده و عمیقی رو شامل میشه و به مقاصد مختلفی مورد استفاده قرار میگیره مثلا بعضی از ما وقتی حوصله مهمان نداریم میگیم تو رو خدا یه روز با خانواده تشریف بیاریم یعنی الان برو یه بار با خانواده بیا که اونم که حالا عمرم دنبال بدیم بعدا وقتی حال بحث و درگیر شدن نداریم میگیم حیف که خانواده تو ماشین نشست طرف نگاه میکنه میبینه اصلا کسی تو ماشین نیست میگه الان که نه دارم میرم دنبالشون حف که قرار خانواده تو این ماشین بشینه وقتی میگیم فیلمش خانوادگیه یعنی یه سری آدم مذکر تو فیلمند که برای همدیگه خطونشون میکشن دوازده مرد خبیس مثلا خیلی <applause> خانوادگیه بعضیام انقدر به این کلمه علاقه دارن که چون دوست دارن یکیشو برای خودشون داشته باشن میرن ازدواج میکنن بهش میگن چرا موقع تشکیل خانواده درست چشماتو باز نکردی؟ میگه آخه دوست داشتم پشت کارت دعوت برام بنویسن آقای اکبری و خانواده. بعضیام کلا به همسرشون میگن خانواده. میخواد معرفی کنه میگه خانواده هستن. بعد اون نگاه میکنه دنبال بقیه خودش میگرده. بعضی هم درسته که از بد روزگار یا سلیقگی خودشون نتونستن تشکیل خانواده بدن اما از ارادتشون به مفهوم خانواده همین بس که تنهایی میشینن با نهارشون یه نوشابه خانواده میخورن همچین خیلی جمع متین و معقولی هستین آره گاهی وقتا درک محدوده نسبت خانوادگی کار خیلی سختیه. مثلا خانمه داره برای اولین بار در یک دور همی خانوادش رو به نامزدش معرفی میکنه. یکی رو نشون میده میگه ایشون بابا هستم. پسره میگه اشتباه نمی کنی من بابا رو قبلا دیدم ها. میگه نه اون بابا جون بود. ایشون بعد از طلاق پدر مادرم با مامان ازدواج کرده <applause> پسر میگه خیلی خوشبختم قربونشم خانمی که دیگر رو معرفی میکنه میگه ایشون خان بابا پسره میگه چه میشه میگه چون من بعد از طلاق حاضر نشدم با هیچ کدومشون بمونم رفتم پیش داییم ایشون هن دایی من، هم داییم هم منو بزرگ کردن میشه خان بابا این آقایی هم که بغلش نشسته باباییه <applause> پسره میگه یه دقیقه بذار من اینا رو یادداشت کنم یادم نره میگه نه خیلی آسونه پدر بزرگ مادریمه پدر بزرگ پدریمونم میگیم بابا خان به پدر ناپدریمونم میگیم نابابایی <applause> <applause> یعنی هر وقت حرف از بابا میشه داماد باید دو دقیقه شقیقه رو با انگوش ماساژ بده که یادش بیاد کدوم باباست بعضی از خانواده ها به خانواده های کتبی یا نام نگار تبدیل شدن مادر چون باید به سرویس ساعت هفت صبح برسه چهار و نیم از خواب پا میشه لوبیا پولو رو دم میکنه میره بعد یه یادداشت میذاره که روش نوشته پسرم سلام لوبیا روی گاز می باشد برای پدرت نیز تهدید بگذار قربانت بروم پسر ساعت یک میاد خونه که سری نهار بخوره به دانشگاه نهار رو که میخوره روی برگه می پدر عزیز و سخت کوشم سلام و درود بر تو متاسفانه لوبیا پلوی مذکور آنطور که شایسته است تهدیگ نبسته بود لذا همکنون تهدیگی که در خور شعن شما باشد در قابلمه موجود نیست پدر بعد ظهر میرسه خونه قبل از اینکه بره به خوابه مینویسه به رغم ادعای فرزند رشیدمان آثاری از تهدید قطور زعفرانی در لابلای برنجها دیده شد. حال آنکه به نظر می‌رسد موارد مقتضی در تربیت ایشان مد نظر قرار نگرفته است. رونوشت به همسر. تازه بعضی‌ها همین ارتباط ای رو هم با هم ندارن. خانومه یک کلمه برای آقاه پام میکنه. که شامیدی <applause> یعنی حتی حوصله نداره دو کلمه تایب کنه که شام خوردی یا نه شامیدی آقاه در جواب حرف وای انگلیسی رو میفرسته که یعنی یس YES, شامیدم بیگانه گیگاهی تا اونجا پیش میره که همه تو خونه منتظر لوله کشن باباشون از پشت آیفون میبینن میگن آقا همون شیر تای حیات چکه میکنه چیزی خاصی زنگ بزن <applause> یه دنقدر خانواده دوستن که حتی یه لحظه هم نمیتونن از خانوادهشون دور باشن به همین دلیل وقتی رئیس توی اداره داد میزنه آقای انصاری کل کادر اداری صف میکشن میگن جان میگه نه آقا سیامک انصاری بازم 25 نفر میمونن میگه اون سیامکی که تو کارگزینیه با سه نفر میمونن میگه بابا پسر ام طاهره رو میگم بعد رو در اتاق اداره به جای رئیس و مدیریت و معاونت و اینا نوشته دایی جان پسر آبجی وجیهه داماد اون خدا بیا مرز. این همه میگن سعی کنید ازدواج فامیلی انجام ندید ممکنه بچه به مشکل بر بخورن باز بعضی خانواده ها گوششون بدهکار نیست میگن ما دوست نداریم کسی خارج از نژاد خودمون داخلمون بشه دیدم که میگم بعد همه یک و شست همه فاقا بلند و فاقد گردن میگی اتفاقا دو سه نفر از بیرون بیارین بلکه این جن نابود بشه میگن نه راستش ما چون هممون پیاز میخوریم از بیرون کسی بیاد اذیت میشه اونقدر که مسائل مربوط به زندگی خانوادگی چهره های معروف برا بعضیها مهمه مسائل خانواده خودشون براشون مهم نیست طرف باباش رو به قبله است رفته داروخانه قرص بگیره 6 ساعت بعد برگشته میگه بگو کیو دیدم تو داروخانه امین زندگانی فکر کنم با زنش قهر بود تعقیبش کردم رفت توی سوپرمارکت دوغ خرید با باگت اینا این عکسش. بعدش اون خواننده معروفه رو دیدم رفتم جلو گفتم راسته میگن شما فوت شدین خیلی تعجب کرد فکر نمیکرد اینقدر اطلاعات داشته باشم قدیما میگفتن خب وقتی امکاناتش هست چرا یه بچه دیگه اضافه نشه الان کاملا تعریفمون از امکانات تغییر کرده هر بچه باید اتاق خودش داشته باشه اتاقش باید سرویس بهداشتی مستقل داشته باشه قدیم یه سرویس نچندان بهداشتی تای حیات بود یکی از بچه ها میرفت داخل بقیه پشت در سرویس زیگزاگ میرفتن حداقل وقتی اتاق بچه ها سرویس بهداشتی نداشت پدر مادر امیدوار بودن بچه به این هوا از اتاقش بیاد بیرون و ببیننش حتی گاهی پدر از زیر عینک به ساعت نگاه میکرد میگفت طبق محاسبات من الان دیگه موقعشه <applause> اما متاسفانه در حال حاضر همین کورسوی امید هم از بین رفته قدیم یه بابا با دو کیلو نارنگی از سر کوچه میپیچید بچه ها میدویدن میگفتن بابا <applause> الان هشتا پدر از سر کوچه میپیچن یه سری پیرمرد پیرزن از ته کوچه میدونن میگن پسرم درسته که باید امکانات اقتصادی و خیلی چیزهای دیگر رو لحاظ کرد اما اینم قبول کنیم که گاهی برای بزرگ کردن خانواده هامون خیلی سخت میگیریم اونم تو این دوره زمانه ای که هر بچه ای که به دنیا میاد یارانش هم با خودش میاره گاهی بعضی چیزها با حساب کتاب روی کاغذ جور در نمیان لابلای همین حساب و کتاب ها نگاه میکنیم میبینیم که عمرمون تموم شده و فرصت چشیدن خیلی از لذت ها رو از دست دادیم یعنی مورد بوده که پدر و مادر همه خرید های رو کردن اما چون پولشون به خرید جغجغه نرسیده گفتن بذار دو سال دیگه ولش کن کمتر سخت بگیریم و درست میشه هیچی نیست درست میشه هیچی نیست خیلی ممنون که تا این لحظه در کنار ما بودین